اکنون آغاز زود هنگام گفتگوهای حکومت افغانستان با طالبان وابسته به رهایی 400 زندانی این گروه است. حکومت افغانستان میگوید که با امضای فرمان رهایی این زندانیان هیچ بهانه‌ای برای آغاز گفتگوها نمانده است. رسم شداد فرمان لاسلیک که نور امنیت شورا تخنیکی چیم با پرده بندی کار کیه و پدی باور دارم شدیر جر به در خوشی که دو لڑی پیلسی. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان به صدای امریکا گفته که گفتگوها پس از رهایی تمامی زندانی ها آغاز خواهد شد. برخی از کارشناسان نیز چنین دیدگاهی دارند. انتظار می رود که این زندانیان به زودی رها شوند و بعد از آن نخستین دور مذاکرات بین الافغانی بلا تاخیر در دوحه برگزار گردد. طالبان گفتند که آماده هستند در ظرف یک هفته بعد از اکمال روند رهایی 5000 زندانیانشان مذاکره را به همه جناح‌های مطرح سیاسی آغاز نمایند. با این حال هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوها آماده است. در گفتگوی که پیرامون صلح افغانستان صورت میگیره با توجه به پیچیدگی و تاریخی که داره احتمال از وجود داره که بحث های مختلفی در اونجا صورت بگیره، اما در حال حاضر برای تمام جوانب بحث آتش بس و قطع جنگ از اهمیت برخوردار است. دبیر کل ناتو در گفتگوی با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله از پیشرفت های آغاز گفتگوها استقبال کرده، اما گفته که طرف ها باید از این فرصت استفاده کنند. اما هنوز هم اجندای گفتگوهای حکومت افغانستان و طالبان برای برخی ها ناروشن است. هرچند طالب ها آمادگی نشان دادن که میز مذاکره حاضر میشن، اما واقعیت ای است که تا وقتی که حامیان بیرونی طالب ها برشان اجازه نده و تا وقتی که محتوای گفتگو را مشخص نکنن، طالب ها حاضر به میز مذاکره نخواهد شدن و اگر حاضر هم شوند محتوای از پیش تعیین شده را روی میز مذاکره خواهد گذاشتن. خوشبینی ها برای آغاز گفتگو پس از جرگه مشورتی سال در حال مطرح میشه که وزارت داخله افغانستان میگوید که در یک هفته پسین در نتیجه حمله های طالبان 80 غیر نظامی کشته شدند و 95 تن دیگر زخم برداشتند. طالبان در این باره چیزی نگفتند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.